گلی 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 تو چه نازی، دل نشینی آهنگ و سازی، گلی گلی تو چه خوشگلی، تو نه آسون نه مشکلی، گلی 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 تو چه نازی، دل نشینی آهنگ و سازی، گلی گلی تو یه دنیا رازی، تو خوشگلا تو یه کتازی. گلی بر سر راهم عبور کن، دل منو پر از غرور کن، برقی تازه افسان به دفتر خاطراتم. گلی بر سر راهم عبور کن، دل منو پر از غرور کن، قدمی تازه بردار که من خاک زیر پاتم. گلی تو روشنی شب تارم، تو سر آغاز هر بهارم، گرچه بیرون زمستونه، هوا سرده و بارونه، اگه گلی پیش من بمونه، گرم اجاق این خونه. گلی بر سر راهم عبور کن، دل منو پر از غرور کن، برقی تازه افسام به دفتر خاطرات. خب عزیزان، برگشتیم در برنامه شیر و عسل با سعید جون. همینطور که میدونین، من به عهده خودم گرفتم که هر آدینه گوشه ای از برنامه رو بذارم برای سعید جون و روح شاد یادش به خیر. امروز هم افتخار ماست که خواهر گلم اینجا هست با دوریکای نازنین، که یک خاطراتی بتونیم از سعید جون داشته باشیم. البته من میخوام تا شما صحبت میکنین، یک بانوی گرامی که ایشون هم چقدر به این رسانه و به سعید جون لطف داشتن، بانو زری عزیز، میارمشون روی خط، خاطراتی دارن که صحبت کنن. دوریکا جان خوش اومدی، امروز دیر اومدی. درود بر شما. بله متاسفانه امروز یکم دیر رسیدم به شما، امیدوارم که حال همگی خوب باشه، سلامت باشین. سارای عزیزم رفتش، ما رو تنها گذاشت، ما هستیم همچنان با شما. سلامتی برسه به خونه، انشالله به سلامتی برسه سارا جون. بله در برنامه شیر و عسل با کامران عزیز و به یاد سعید نازنین. بله ما پایین هستیم، ولی خب میخوام که سعیدم ببینم حالا. خب خانا جان، فری جان، واقعا اگه خاطره چیزی داری از سعید، از خانواده؟ میدونم که خب زیاد با سعید، از سعید خاطراتی که از سعید دارم موقعی بود که همیشه خیلی 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 دوست داشت که با ماها باشه، دور و بر هم باشیم. سالهای سال ما با مسعود که میرفتیم حتما سعیدم میآورد با خودش، و خیلی از مسعود متشکرم که چقدر به سعید رسید، چقدر به سعید کمک کرد. همه خواهر برادری ها واقعا شماها خواهر برادرای نمونه بودین و هستین و خیلی زحمت کشیدین، حتی بچه های شما خیلی زحمت کشیدن برای سعید. و من بیشتر خنده های سعید یادم بود، سعید همیشه میخندید. من در عمرم سعید رو ندیده بودم که ناراحت باشه یا عصبانی باشه یا با کسی پرخاش کنه. سعید واقعا تو قلب ماست، تو روح ماست. و بازم دو مرتبه از تمام خواهر برادراش تشکر میکنم که اینقدر با سعید خوب بودن و سعید رو واقعا اینا نگه داشتن. خب تلفن رو جواب بدیم. درود بر شما، روی خط اسرائیل پارس تیوی هستیم. درودم بر شما آقای کامران عزیز، خوش آمد میگم به خواهر عزیز و مهربونتون و همچنین دوریتای نازنین. الو. بله با شما هستیم شهلا جان، صداتون رو میشنم. من صداتون، صدای تلفنتون خیلی کمه، اصلا نمیفهمم. الان میشنوین؟ الان بهتره. آره بله.
بله قبل از همه تشکر کنم از تمام برنامه‌های خوبتون. من نتونستم متاسفانه گوش بدم، سعی هزاراشا گوش کنم، ولی میدونم که الان راجع به سعید صحبت میکنید. من واقعا که از صمیم قلب از شما تشکر میکنم که بهمت همیشه به یادش هستید که یه مرد بزرگی بود. صد درصد مرد بزرگی بود. من یه خاطره خوبی که از آقای سعید دارم. یه دفعه تلفن زدم، همون اولایی بود که شما آقای کامران این دستگاه روکو را آورده بودید و راجبش حرف می زدید. من یه روز جمعه تلفن زدم با آقای فکر می کنم تیمان و اون یکی که تنبک می زد چی بود اسمش؟ ایمان آقای شلومو. بله شلومو برنامه داشتن. من تلفن زدم گفتم آقای سعید میشه یکم آقای سعید به این دستگاه روکو میگفتن چوبچیک. من تلفن زدم گفتم آقای سعید ممکنه شما راجع به این چوبچیکتون یکم صحبت کنید؟ سعید هم حسابی جو گرفت و شروع کرد. باور کنید اینقدر خندیده بود این بنده خدا، اینقدر خندیده بودن تو این برنامه که حد نداره. خدا بیامرزدش. بله من یادم شهلا جان که شما همیشه زنگ میزدین، خیلی شما رو دوست داشت، یعنی همه این عزیزان، بانو شهلا، بانو میری بنرتی، خیلی ناهید دیگه نمیدونم کیا بودن. خیلی اصلا تا که گفتم الو میگفتم شما میدونید کی صحبت میکنه بلا فاصله میگفت بنده خدا. به هر کار که امیدوارم که جاش تو بهشت 100%، ایشالله که پشتش واسه تمام خانوادش خوب باشه. آمین. تشکر از شما، تشکر از خواهر عزیزتون که این همه را اومدن و ایشالله که شبات خوبی داشته باشید. با شما دوستان خوب، ممنون بانو شهلای عزیز، زنده باشید. شبات شلوم. خب میگفتیش فری جانش که واقعا سعید خیلی مهربون و خوشقلب بود و میمد خونه ما و خیلی با هم لذت میبردیم، با هم ورق بازی میکردیم، خیلی گندی دوست داشت، خدا بیامرز. اگه یادت باشه فری جان، اگه من موقعی که اسرائیل بودم عزیزان، مادر خدا بیامرز من هر آدینه گندی دوری که باورت نمیشه، یه دی گندی من فکر کنم 50-100 گندی و این هر آدینه درست میکرد و روزی نبود که سعید آدینه بره گنده نخورد. کامی رفتم خونه مامانت گنده خوردم. خیلی ها میمدن خونه مامان گنده میخوردن. یادت نکنی جمعه واقعا جمعه خوبی داشتیم. هر وقت ما میرفتیم اونجا خونه مادر من هیچ وقت خالی نبود، همیشه پر از مهمون بود، میمدن سر بهش میزدن. چون پدر من مثل سعید اونم رو کیسه چرخدار نشسته بود، ولی اینا اصلا حوصله‌شون سر نمی‌رفت چون که همه می‌اومدن و سر می‌زدن به پدر مادر من. پدر مادر من خیلی سعید رو دوست داشتن، خیلی بچهای برادرش و مادر من دوست داشت. و وقتی که سعید تا یک سن راه می‌رفت و خیلی خوب بود تا سربازی، بعد که اینجوری شد من یادمه که چقدر مادر من و همه ماها قصه میخوردیم و براش ناراحت بودیم، ولی خوشبختانه سعید خودشو خیلی خوب نگه داشت با وجود این و خواهر برادراش نگهش داشتن و خیلی شاد بود. خیلی شاد بود این مرد. این درس زندگیه برای آدم. بعضی هستن که همه چی دارن، سالمن، همه جوری میتونن زندگی کنن، ولی شاد نیستن. اونی که دارن رو نمیره، همیشه به عقبه یه بهانه میگردن یا واقعا تلخن. و به نظر من آدمی که تلخه، اول تلخی رو به خودش میده بعد میتونه به کسی دیگه بده. و سعید کسی بود که شیرین بود و به همه شیرینی میده. واقعا انرژی فوق‌العاده، شیرین بود داشتن. و واقعا رادیو عسل که میگن، این خود سعید عسل بوده.
رادیو عسل نبوده، سعید بوده که عسلش کرده بوده، واقعا شیرین بود. فری جان تلفن داریم، بانوی زری عزیز روی خط ایزرائیل پارسیدی هستن که درود میفرستیم به بانو زری عزیز روی خط ایزرائیل پارسیدی هستین. صدا منو میشنویم بانو؟ صدا من میاد؟ بله الان بهتر میشنوم. اولا سلام و درود فراوان بر شما کامران عزیز و هنرمند خوش صدا و گرانمایه ما، و همچنین درود بر تمام مجریان و دستان در کارها و زحمت کشای رادیو پارسیدی. قبل از هر چیز کامران جان، من با صوت نابهنگام و در داور سعید عزیز، این مرد نیکنامو به شما که هم از بستگانش هستی، هم دوستی خیلی خوبی با هم داشتید، و همینجور به بستگانشون و به تمام دوستان و دوستداران سعید تسلیت بگم. و من واقعا نمیتونم به زبون گذشته راجع به سعید حرف بزنم، چون هنوز باور نمی کنم که این مرد نیک بین ما نیست. خیلی سخت برام بتونم قبول کنم. من میخوام بگم که سعید یک انسانی بود که با اینکه مشکلات سلامتی زیادی داشت و با اینکه ما هممون میدونیم که چقدر این انسان با تمام این وضع موجودی که داشت انسان خوشبینی بود و همیشه خنده از لباش دور نمیشد و همیشه وقتی آدم با یه آدم برخورد میکرد اصلا روحیش عوض میشد، و من چقدر متاسفم که این انسان نیک با این مرگ نابهنگامش واقعا همه ما رو عزادار کرد. باور بکنی دارم میگم، من به روح این مرد بزرگ درود میفرستم و روحش شاد. و واقعا نمیدونم چی بگم، میدونم که یاد این انسان خوب همیشه در قلب ما خواهد موند. و سعید همونجور که همه میدونیم واقعا با تمام، دوباره میگم، مشکلات سلامتی که داشت، چند سال قبل آسیناشو بالا زد به قول معروف و یک رادیوی اینترنتی باز کرد که اون زمان ما نداشتیم اصلا، و این باعث شادی و باعث کسایی که به خصوص سنهای بالا که هنوز زیاد عبری نمیدونستن و خیلی باعث شد که اینها سرشون گرد میشه، و من خیلی میشنیدم که چقدر این آدم رو دعا میکنن. و دوباره میگم روح شاد. ولی یک نکته رو من باید حتما اینجا بگم، حالا که این فرصت به من داده شده که معمولا کامران گرامی میدونه من زیاد وقت ندارم، بنابراین من میخوام بگم دقیقا درسته که سعید عزیز این رادیو رو افتتاح کرد، مؤسس این رادیو بود، و با نداشتن امکانات، با وضع سلامتی، سعی کرد که یک نقطه یه جایی برای ایرونیا باز کنه. ولی دوستان، ناگفته نمونه کسی که این ایستگاه رادیو عسلو پوش، یعنی جلو خل داد، و کسی که سعی کرد بشناسن و بشنون این رادیو رو، کامران عزیز بود. وقتی که این رادیو باز شد، کامران از امریکا اومده بود با وضع بسیار روحی بد که همسر عزیزش از دست داده بود و با یک دختر بچه اومده بود در اسرائیل که باید هم پدر بود و هم مادر. ولی اینقدر این انسان مسئول و اینقدر این انسان واگذشته است که ساعتهای دیر وقت توی این رادیو استودیو رو باز کرد، برنامه اجرا میکرد. و اگر یادت باشه کامران عزیز، من یه دفعه به تو اعتراض کردم و به تو گفتم کامران جان، شما باید پیش بچه باشی این ساعتهای 11-12 شب و اومدی استودیو رو باز میکنی و برنامه اجرا میکنی. فکر میکنم که این اصلا کار درستی، من بهش گفتم. و این آدم یک جوابی به من داد که چند سال گذشته من یادمه که این جواب، این نشونه حق شناسیش و نشونه انسانیت و از خودگذشتگیشه، بدون اینکه یک شکل اینجا استفاده کنه. میدونی چه جوابی به من داد دوستان؟ به من گفت خانم، من میخوام، این رادیو تازه باز شده، من میخوام ایرونیای خارج از اسرائیل هم این رادیو رو بشناسن و سعید رو بشناسن. بنابراین سعید نمیتونه شبهای ساعتهای دیر وقت اینجا بشینه، و وقتی که در اسرائیل شب هست
خیلی مملکت های دیگه مثل امریکا روز هست، بنابراین من ساعت های دیر وقت اینجا میام وقت میذارم برای اینکه روز اونهاست و بتونن این رادیو رو بشنون و بشناسن و بدونن که ما در اسرائیل یک منبعای خبری فارسی زبونی داریم. ببینیم در اون وقت که کامران اومده بود، با اون وقت که دوباره نمیخوام برگردم بگم، من باور نمی کنم اگه کسی به جای اینکه بره با بچهش بشینه و به جای اینکه بچه رو آروم کنه که مادرش از دست داده، بیاد و اینجا توی استودیو بدون چشم داشت مادی بشینه و یکی دو ساعت برنامه اجرا کنه برای اینکه ایرانی‌های همه دنیا ببینن و بشناسن رادیو سعیدو. من میخوام فقط به شما بگم دوستان عزیز، اصلا از کامران جان من آدم مذهبی نیستم و نخواهم بود، ولی به حساب کتاب در این دنیا خیلی اعتقاد دارم. تمام این خودگذشتگی‌ها و تمام کمک‌هایی که تو کردی به رادیو اصل، من امیدوارم به خوبی جاهای دیگه پس بگیری، برای اینکه این رادیو که وقتی اینجور تو پشتکار کردی و مرتب میشستی پشت دستگاه درست کنی، اینا همش باعث دلشادی و خوشحالی سعید بود. من اینو میدونم، من هرچی حرف میزنم به قول اسرائیلی‌ها با کابالا حرف میزنم، چون شنیدم ازش این حرفا رو. اما دوستان من فقط جمله آخر میخوام بگم که وقتتونه نگیرم، چون این ساعت مختص سعیده، من باید اون چیزی که دارم بگم. دوستان عزیز، هموطنان خوب من، بیاین تهمت‌های ناروا به کسی و روابط کسی نزنیم. در تمام ادیان دنیا تهمت زدن، بختون زدن بزرگترین گناهه. اگر ما نبودیم و ندیدیم و نمیدونیم، نباید راجع به هیچ کس، راجع به رابطه کسی با کسی قضاوت کنیم، که به نظر من این بزرگترین گناهه. هر کسی از دستش هرچی برمیاد میکنه و من فکر میکنم هر انسانی که میخواد اون وقت رو بذاره پشت کسی حرف بزنه، نام کسی رو بد کنه یا تهمت بزنه، اگر این وقت رو بذاره برای همکاری کردن با هم، برای دوستی کردن با هم و برای کمک کردن با هم، من قول میدم جماعت ایرانی در اسرائیل خیلی پیشرفت کنن. پس بیاین با هم باشیم و کلمات ناروا و تهمت‌های ناروا نزنیم. باز هم من درود به روح پاک سعید میفرستم و برای شما دستم در کاران آرزوی سلامتی، طول عمر و موفقیت دارم. و کامران عزیز، از این فرصت میخوام استفاده کنم و از طرف من این دختر ناز تو دو تا بوس میکنی که من دلم خیلی براش تنگ شده، چون از بطن سو تا الان ندیدمش و من مطمئنم و دیدم با چشمم که توی پدر نمونه هستی و بیشتر از اون که تونستی برای این بچه کردی. دمت گرم، زنده و سلامت باشی و خواهش میکنم عروسیش هم منو دعوت میکنی. شما عزیز و آرزوی موفقیت برای تمام شما مجریان عزیز. زری جان شما عزیز ما، آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی که از این فرصت به من دادید. حالا نری جایی یه دقیقه بانو زری، صف کنین. من صف باید... کردم اینجا. ممنون از شما. شما یک خانواده هستیم برای ما زری جان. من فقط میخوام که عزیزان بدونن که بانو زری هم نقش بزرگی داشتن. وقتی که من تازه اومد بودم خب نمیشناسم کسی رو و یادم نیست که من آشنا کرد با زری، با بانو زری و رادیو اصل. نه میدونم، ولی نمیدونم کی منو با شما آشنا کرد. دعوتم کردیم برای مصاحبه. آه درسته دعوت کردیم برای مصاحبه. ایشون خیلی تو خانوما، حالا انشالله که اگه به ما لطف بدن و ما رو قدر ما رو یه جورایی بدونن بیان اینجا، که برای ما باعث افتخار ماست. بانو زری واقعا یک شخص خیلی انسان با شرف، انسانی که مثل خود منه کارشو دوست داره، یعنی یه کاری که میکنه یعنی با جون و دل، همه با بیشتر از هنرمندای معروف، مدل ها، دخترای مدل که باشون مسافرت داشته تو کسمتیکا و تو این کارهای زیبا کردن خانم ها باعث افتخار. البته من فقط میخوام به حضور شما عزیزان برسونم که بانو زری نقش زیادی داشت. وقتی من اومدم با بانو زری صحبت کردیم، گفت حالا که تو اینقدر داری زحمت میکشی و اینا، بیا من کمکت بکنم که بتونی بری توی کانال 98.
سعید گفت نه بابا چجوری اینا هیچ که نتونسته بره، فقط یه نفر اونجاست، داوید مطایی اونجاست و هیچ که نیست. و گفت تو چیکار داری؟ ما قرار گذاشتیم بانو زری یادتون باشه در کنیون خولون، بله، و با آقای شکالیم که بله. از اینجا هم درود میفرستیم به آقای شکالیم که ایشون هم خیلی نقش پشت این دو نفر، بله آشناتون کردن با هم، بله ما را بانو زری ما را آشنا کردن، راهنمایی کردن و ما به خاطر این راهنمایی، به خاطر اینکه راه درست رو گذاشتن جلوی ما، ما تونستیم بریم و کانال 98 رو بگیریم و این باعث افتخار. سعید نمیدونی چقدر خوشحالی میکرد. یادم و من هیچ وقت نباید میگم آدم نباید پاروی حق بذاریم. من هر وقت تو برنامه هستم کسانی که به این رسانه کمک کردن همیشه قدردانی میکنم. همیشه همیشه ما باید بدونیم که خودمون رو نبازیم بانو زری، آفرین. و هر جا که میرسیم سعی کنیم که همون جایی که ببینیم از کجا شروع کردیم و شما یکی از پایه‌های قرص قوی ما بودین، چون عروس 98 خیلی عروس کانال خیلی مهمیه. ما هفته 3 دفعه یعنی 4 دفعه هفته 4 دفعه ما اونجا برنامه داریم و همه زنگ میزنن چقدر خوشحالن، مرسی چه برنامه خوبی. و این باعث میشه که فرهنگ ایرانی رو به خاطر این دوست، این شخص عزیز و یک صحبت خیلی مهمی کردن، حسودی نباشه، غیبت نباشه، اینا مهمه که با یاد بگیریم پیشرفت کنیم. از مثلا اگه یکی بهتر از ما باشه حسودی نکنیم، ما بتونیم بهتر از اون باشیم. و اولین کاری که ایشون کردن همین بوده که این رو نشون دادن که بدون هیچ چشم داشتی و بدون اینکه چیزی بخوان و بدون هیچ چیزی شما رو آشنا کردن و تونستین وارد تلویزیون بشید، برید اونجا و برنامه داشته باشید. هر کسی این کار رو نمی کنه. خواننده اگه یادتون باشه بانو زری خواننده مونا ساعتچی از ترکیه اومدن، اولین کاری که با نوزری کردن زنگ زدن بریم مصاحبه، بیا من ببرم استودیو. رفتیم یک استودیو بسیار زیبا. من بله اینا رو نباید یادمون بره. خیلی با شخصیت بگو عزیزم. من یک موضوع رو میخوام بگم کامران جان. من فکر میکنم اگر آدمی میتونه یک کاری برای کسی بکنه، چه مادی چه معنوی چه توصیه، اگر میتونه و پشت بکنه و نکنه، به نظر من اون یه انسان واقعی نیست. به نظر من اگر میتونه آدم چرا نباید بکنه؟ چرا بگیم به من چه؟ اگر میتونه آدم باید بکنه. امیدوارم خدا به من این توفیق رو بده که من همیشه اگه کاری از دستم برمیاد بکنم برای آدم ها. شما همیشه کردین بانو زری. من عزیزان میخوام فقط بدونین که به رادیو عسل بانو زری خیلی کمک کردن. نمیخواستن که من اینو عنوان کنم ولی باید بگیم که بدونین که واقعا آدم های خیر، کسانی که واقعا افتخار باید بکنیم بهشون. به جای اینکه برای هم پا بذارن که پیشرفت نکنن، گام به گام انسان ها، گام به گام ایرانی ها با هم جلو برن، با هم باشن. به جای اینکه بخوان کس رو بندازن، دستشو بگیرن ببرنش طرف جلو. و واقعا خیلی خیلی خانم با شخصیتی هستین، من شما رو نمیشناسم ولی واقعا خیلی قشنگ صحبت میکنین، خیلی زیبا گفتین. حسادت و دشمنی چیز خیلی خیلی بدیه و امیدوارم که اینها از قلب همه ایرانیا بره بیرون. خب قبل از اینکه خدافظی کنیم بانو زری، من یک قطعه ای دارم که مصاحبه بود با بانو منیر شیرازی، آقای موسازاده و مسرور عزیز، نویسنده بزرگی که الان سن زیادی داره و هنوز داره کتاب می نویسه. باری کرد. صد سالشه عزیزان. آقای مسرور 100 سالشه. ان شاء الله که سلامت باشه. ان شاء الله که محتاج هیچ کس نشه. کامران جان شماره تلفن من از حفظ داره و وقتی هم زنگ میزنم خوبه تو منو یادش بیاری. باری کلا به این حافظه. ما دیگه حافظه نداریم بانو زری. من امروز بود گفتم همه شعرامو یادمون میاد. خب در هر صورت یک دنیا متشکرم از فرصتی که به من دادید. کامران جان موفق باشین. آرزو میکنم روز به روز این برنامه رو جلو ببریم. برنامه هاتون متنوع، چند دفعه دیدم، اخبارهای بسیار خوبی پخش میکنین و موفق باشید انشاءالله. با شما دوست خوب شبات خوبی براتون آرزو داریم. شبات شلوم. مرسی از فرصتی که به من دادید. موفق باشید. شبات شلوم. مرسی. شبات شلوم. بله ما زیاد وقت نداریم دوریکا جان، بریم این قطعه زیبای مصاحبه‌ای که توی رادیو عسل بود و ببینیم و برگردیم. در حال حاضر من کلینیک
شخصی خودم رو دارم و هفته دو روزم در مرکزهای رفوی من مشاور هستم برای جراحی های پلاستیک و آمپول های زیبایی و امیدوارم که از این راه هم بتونم یک خدمتی واقعا به جامعه بکنم، مهم نیست ایرونی یا غیر ایرونی. بله، همونطوری که ما شنیدیم شما در فنالیست ملکه زیبایی همکاری داشتید، میتونید مقداری هم در این مورد برامون توضیح بدید؟ بله، شما معلوم از همه چیز من خبر داشتید. بله. من در ماه گذشته انتخاب شدم از طرف انجمن خودمون و از طرف آکادمایی زینگبون، اونجایی که من پارارفوی رو خوندم، انتخاب شدم که با یک گروه اسرائیلی ملکه زیبایی اسرائیل و فینالیست ها رو همراهی کنم در کشور خارج و با ملاقات با ملکه های زیبایی کشورهای دیگه. و در ماه مای ما مسافرت کردیم به کشورهای خارج و با ملکه زیبایی اسرائیل خانم کارین و فینالیست‌های دیگه. این مسافرت جنبه‌های خیلی مثبتی داشت. اولا من درسته که ایرونی هستم ولی مملکت دوم من اسرائیله، مملکتی است که فرزندای خودم اینجا به دنیا آوردم و من روی این مملکت خیلی حساسیت دارم. یکی از هدفهایی که من از این مسافرت داشتم، غیر از اینکه کار زیبایی و مواظبت از ملکه های زیبایی و فینالیست ها بود، خواستم به کسایی که اسرائیلی نیستن اونجا توضیح بدم و بفهمونم که در کشور اسرائیل غیر از پیگوییم و چاقو و جنگ یک چیزهای مثبت دیگه ای ما داریم. من چون خیلی هم میگفتن که میترسن مسافرت کنم به اسرائیل به خاطر وضع ناامن، و من گفتم به اینا که من فکر کنم وضع اسرائیل امن‌تر از کشورهای اروپایی و امریکایی باشه در زمان حال. دقیقاً. و سعی کردم به اینا بفهمونم و توضیح بدم که ما کشور ساحلی بسیار زیبایی از اسرائیل، خیلی خوب، مملکت توریستی، جاهای خیلی دیدنی برای سه ادیان مختلف در اینجا هست. بله. هم یهودی، هم مسلمان، هم مسیحی. بله. و هم بهائی حتی میتونن به این کشور بیان و مکانهای مقدس خودشون رو در کمال آزادی ببینن. بله. و گفتم و توضیح دادم که ما واقعا بهترین محصولات زیبایی رو در اسرائیل داریم، با یعنی خود زیبایی خود اسرائیل این مواد رو درست میکنه، ما بهترین جراحای زیبایی رو در اسرائیل داریم، بهترین آمپولهای زیبایی با مواد خالص داریم، و نگردن مردم فقط دنبال فیرما و مارکهای خارجی که فکر کنن اونا بهتره. اصلا اینطور نیست. من با محصولات اسرائیل صورت‌های ملکه‌های زیبایی رو تیپول کردم. بله. و واقعا همه تعجب کرده بودن که چطور ممکنه محصولات ما اینقدر اثرای خوب روی پوست صورت داشته باشه. بله. و من در این مورد واقعا افتخار میکنم به مسائل و به محصولاتی که در اسرائیل درست میشه. بله. این سفر خیلی موفقیت آمیز بود. الان زیادون بگین که بهترین شاعران بامون هستن. بله، در مورد شاعران. بله بله. و برگشتیم، خیلی سفر موفقیت آمیز بود و من واقعا آرزوی موفقیت برای هم ملکه زیبایی اسرائیل. بله عزیزان، قطعی بود که حالا من اگه فرصت بشه همه رو میذارم، که تو خیلی دوست دارم که مصاحبه آقای مسرورم باشه در این برنامه. فری جان مرسی که اومدی، خیلی خوشحالمون کردی، باعث افتخاری برای ایزرائیل پارس تیوی. خیلی خیلی خوشحال شدم که اومدم عزیز. باری کرد. گفتی بیا بیا، گفتم نه، ولی خب خدا را شد. دوریکا جان خسته نباشی، امروز دیر اومدین. خوشحال بودم که در کنار شما بودم، در کنار شما عزیزم. ازتون لذت نبردیم، باید یه دفعه دیگه بیایید. حتما حتما، اگه روز یک وقت داشتید بیاید حتما تو برنامه یه شب یلدا. اگه وقت داشتید کی یه شب یلدا؟ یک شنبه. یک شنبه شب. همین یک شنبه. اگه بیایی خیلی خوب میشه. ما هستیم تا ما میبینیم. میتونی زنگ بزنی، شعر بگی، فایل بگیری. بله حتما. عزیزان ممنون که با ما بودین، امیدوارم که مورد پسندتون بوده برنامه. بعد از تا چند دقیقه تفسیر هفته با حرف ایتخاک پرتو و بعدش حرف امیر یشایا، شبت شلوم میگیم بهتون. یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر شبکه خبر با بانو پریسا، از اینجا هم شبت شلوم میفرستیم به بانو پریسا هر جا که هستن.
سالم و به خوبی برگردن. ان شاء الله پریسا جون بیاین هر چه زودتر، دلمون واسهتون تنگ شده با خبرای خوب. آره. ان شاء الله با امید خدا آخر هفته خوب آروم و بدون دردسری رو داشته باشید در آرامش بدون کرونا ان شاء الله. شبات شلوم. شبات شلوم. شبات شلوم. تو چه نازی دل نشینی آهنگ و سازی، گلی گلی تو چه خوشگلی تو نه آسون نه مشکلی، گلی 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 تو چه نازی دل نشینی آهنگ و سازی، گلی گلی تو یه دنیا رازی تو خوشگلا تو یک تازی، گلی بر سر راهم عبور کن دل منو پر از غرور کن، ورقی تازه افزان به دفتر خاطراتم، گلی بر سر راهم عبور کن دل منو پر از غرور کن، قدمی تازه بردار که من خاک زیر پاتم.